مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که هیچ مدرک و یا اطلاعات استخباراتی که نشان دهنده حمله قریب الوقوع ایران علیه سفارت های آمریکا باشد را قبل از حمله راکتی به سلیمانی دریافت نکرده است. اما با دیدگاه رئیس جمهور ترامپ که اهداف آمریکا احتمالاً توسط ایران در خطر بوده، موافق است. این در حالی است که دیروز نیز عراق شاهد حمله راکتی بر یکی از پایگاه‌های آن کشور بود، حمله ای که باعث زخمی شدن 4 نیروی عراقی و خشمگین شدن وزیر خارجه ایالات متحده گردید. در ایران نیز اوضاع آرام نیست و پس از پذیرفتن مسئولیت سرنگونی غیر عمدی طیاره مسافربری اوکراین به دست نیروهای سپاه پاسداران ایران، این کشور دوباره شاهد موج اعتراضات مردمی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در صفحه توییتر خود خطاب به حکومت ایران نوشته که از کشتن مردم خود دست بردارند و افزوده که تا حالا هزاران نفر کشته و یا محبوس شدند. ترامپ به مقامات ایرانی گفته که اینترنت را دوباره وصل کنند و اجازه دهند گزارشگران آزادانه جریان اعتراضات را پوشش دهند. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا، در مصاحبه با شبکه ABC ضمن اذعان به این نکته که حکومت ایران در روزهای اخیر تحت فشار بوده، گفته که قصر سفید خواهان جنگ با ایران نیست، اما با فشار برای تغییر در آن کشور ادامه خواهد داد. ما به حمایت از حقوق بشر ادامه خواهیم داد. بهترین کاری که برای مردم ایران و جهان می توانیم بکنیم، ادامه فشار مضاعف روی حکومت ایران است تا از عدم دسترسی آن کشور به سلاح هسته‌ای اطمینان حاصل کنیم. فعالیت های دهشت افغانی آنان را متوقف سازیم و جلو برنامه میزایل های بالاستیک آنان را بگیریم. در واشنگتن نیز هفته گذشته فضای سیاسی در کنگره و سنای آمریکا چندان به دلخواه رئیس جمهور ترامپ پیش نرفته، زیرا قانونگذاران دموکرات و برخی از جمهوری خواهان از عملکرد او در قبال کشتن سلیمانی ناراضی‌اند و قصر سفید را به ناکامی در فراهم نمودن شواهدی که بتواند کشتن این جنرال ارشد ایرانی را توجیه کند متهم می‌سازند. در بخش سیاست خارجی، رئیس جمهور ترامپ چندین تصمیم ناگهانی و عجیب و غریب گرفته که نیروهای آمریکایی را حتی بیشتر به خطر انداخته و آمریکایی‌ها را به امنیت کمتری روبرو ساخته است. هفته گذشته کنگره ایالات متحده به محدود ساختن قدرت ترامپ در اقدامات نظامی علیه ایران رأی مثبت داد. فقط کنگره توانایی اعلام جنگ را دارد. ما باید به سوی صلح حرکت کنیم و نه جنگ. درخواست قانونگذاران آمریکایی برای ارائه مدارک بیشتر برای کشتن سلیمانی در حال مطرح می‌گردد که در آمریکا بحث حقوقی بر سر این که آیا کشتن سلیمانی از نظر قوانین بین‌المللی توجیه پذیر است یا خیر هنوز ادامه دارد. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.